آبادان، 10 فروردین. در حیاط نشستم و روی چمن بهار آبادان به صورتم می‌خورد. از آن از راست ویتمن را می‌خوانم، این شعر او را، Song of the Open Road. ویتمن را در هوای آزاد باید خواند. از حنجره او صدای عناصر می‌شنوی. می‌توانی کتاب را ببندی و به حرکت پرنده‌ای از بالای کنارها نگاه کنی. ویتمن را می شود ناتمام گذاشت، می شود به آن افسود یا از آن کاست. شعر ویتمن چارچوب ندارد، رهاست، مثل برشی از باد، تکه‌ای از فصل. این درست نیست که دست به ترکیب کار هنری نمی توان زد. مونتریان را می شود از هر طرف ادامه داد. می شود میان خیزرانهای سیووی لکه‌هایی را سیاه تر کرد. می شود زین اسبی را در جنگل‌های پاولو لوچلکو به رنگ تازه درآورد. هارتونگ را بیاورید. من به آن لکه‌هایی می‌افزایم که هیچ از اعتبار اثر کم نکند. با همه خلق و سایه بودنش، حتی با احتیاط ستایش آمیزی که مرا دستپاچه می‌کند. می توانم در لباس مونالیزا دست ببرم بیان که لئوناردو را نگران کنم. هیچ اثری آنقدر تمام نیست که نتوان در آن دست برد. از بهترین رمان های دنیا می توان صحنه هایی را زد، فصل هایی را کنار گذاشت. در نمایشنامه یونسکو مکانیزم زبان را سبک کنیم. لطمه چندانی نزدید. حیرت تماشای وجود از جاهای دیگر سر خواهد زد. کار هنری در تمام وجود خودش حرف می زند. سر ونوس دومیلو را از تن جدا کنید. تناسب و اعتدال همچنان بر سر پا خواهد ماند. نقطه اوج تمام پیام یک اثر نیست. اثر هنری تکیس از یک رگ زنده. خون در همه جای آن هست. اگر از این خون کم کنی یا به آن بیفزایی، رگ همچنان زنده خواهد ماند. مسئله تراکم در میان است. شعری هست که اگر تصویرهایی از آن برداری، از تراکم تصویری آن کاسته ای. تنها همین. دستبرد ازرا پاوند را در شورزار پاداش خوب داده ایم. شاید نمی بایست و شاید از وسعت شورزار باز هم میکاست بهتر بود. در همه شعرها میتوان دست برد، چه در حافظ دیروز، چه در سن ژوان پرس امروز. وسواس ما در کار تکمیل و پرداخت، اثر را به اتمام نمیرساند. کار هنری تمام نیست، چارچوب ندارد، آغاز و انجام ندارد. دریای ترنر را می شود روی دیوارهای تیت گالری ادامه داد. نسیمی که تنپوش ویکتوار را به یک سو می برد، در خود مجسمه بر نمی خیزد. از پنجره‌های لوف به درون می وزد و خاستگاهش کرانهای ساموتراست. در جریان این نسیم است که ویکتوار خودش را به تکامل می رساند. آغاز و انجام کار هنری در فضاست، در سپیدی کاغذ روی دیوار است و همه اینها در ذهن ماست. پیش از آن که ارکستر تقدیس بهار را آغاز کند، در مایه های ذهن ما این تقدیس آغاز شده است. وقتی که کار ارکستر تمام شد، ما شنوندگان هستیم که به هیئت ارکستر بدل می شویم و جادوی دیرین ریتم را در فضای دوردست ما قبل تاریخ به صدا در می آوریم.